مشروعیت مفهومی است که در ادوار انتخاباتی در ایران مرتب به آن ارجاع داده می شود. ولی آیا فهم واضحی از مشروعیت و حداقلی از توافق بر سر آن وجود دارد تا این حد از ارجا به آن را موجه سازد؟ سلام در فلسفه سیاسی مفهوم مشروعیت قدمت زیادی دارد اما با شکلگیری دولت های ملی در اروپاست که برای توضیح چگونگی رابطه شهروند و حاکم بیش از پیش به آن استناد می شود به نظر فیلسوفی چون تامس هابز انگلیسی همین که حاکم امنیت را برای حفظ جان شهروند برقرار می کند کافی است تا اطاعت از او را مشروع سازد اما فیلسوف های بعدی چون جان لاک و جان جاک روسو این را کافی نمی دانند و مشروعیت را به توافق گره می زنند. توافقی که مبنای یک قرارداد نانوشته برای حفظ حقوق شهروند در ازای اعطای مشروعیت به حاکم است. اما بحث بر سر مشروعیت در صداهای بعد زیر و بم بیشتری و قطبهای فکری متفاوتی بر سر اون شکل میگیرد تا آنجا که دهها عنوان معتبر فقط در سالهای اخیر در زبان انگلیسی به مناقشه در مورد مفهوم مشروعیت و عناصر و منابع اون اختصاص یافته در فضای سیاسی ایران هم چه در سمت حاکمیت و چه در سمت مخالفان روی مفهوم مشروعیت سرمایه گذاری زیادی می شود به ویژه در ایام انتخاباتی با این تفاوت که چه جمهوری اسلامی چه مخالفان مشروعیت سیاسی را مفهومی ساده و بدیهی می پندارند حالون که پرسش های اساسی در این مورد کماکان برجاست مثلا آیا مشروعیت برای توصیف نظام های سیاسی به کار می رود؟ یا برای فهم اون سنجه هایی که باید داشته باشند آیا مشروعیت به کارآمدی است یا به اقبال عمومی آیا اقبال یا استقبال عمومی به سازوکار یک نظام باید باشد یا به محصول آن سازوکار مثلا اگر سازوکار یک نظام سیاسی به انتخاب دونالد ترامپ بیانجامد آیا آن نظام مشروعیت خود را از دست می دهد؟ جمشید فاروقی دانش آموخته فلسفه و تاریخ اروپا پایانامی خود را در مورد دگردیسی در مفهوم مشروعیت در فلسفه سیاسی نوشته یحیی آیت اللهی پجرشگر فلسفه سیاسی است و تحقیق اکادمیک خود را بر ادموند برک فیلسوف محافظ کار بریتانیای قرن هجده متمرکز کرده خیلی خوش آمدید آقای فاروقی تلاش برای ترسیم تبار و تحول مفهوم مشروعیت در چند دقیقه خب خیلی کار شاقیه ولی سعی خودتون رو میتونید بکنید سلام دارم خدمت شما آقای کریمی آقای آیت و همینطور بینندگان محترم میتون ابتدا اجازه بدین یه نکته رو اشاره بکنم که فکر میکنم مد نظر هر سه ما اینجا باشه که این مفهوم مشروعیت ربطی به شر و شریعت نداره بله. این معادل لجیتیمیسی هست و لجیتیمیسی و لگالیتی توی انگلیسی و زبانهای معادل اروپاییشون از ریشه لاتینی لکس ساخته میشن که به معنای قانونه این در ترجمهش در زبان عربی با شر و شریعت ترجمه شده ولی ما اگه از مشروعیت صحبت میکنیم اشارهمون به شر و شریعت نیست مدل بهتری برای واژه مشروعیت یعنی برای برگردان واژه لجیتیمیسی نداریم مشروعیت همجور که تو با قدم خودتونم بشاره کردین حال یک مفهومیه که در یونان باستان مثلا شما وقتی سیاست عرستو رو میخونید میبینید که از واژه مشروع و نامشروع استفاده میکنه برای دستبندی حکومت ها به باور او مثلا حکومت سلطنتی یا ارزم بزرگت حکومت عریستوکراسی دموکراسی اینا انواع حکومت های مشروع هستن از اون طرف حکومت اوباش، اولیگارشی و حکومت های استبدادی رو در شمار حکومت های در واقع نامشروع میگذاره ما از اون زمان تا امروز که نشستیم و در ارتباط با, با واژه و مفهوم مشروعیت صحبت میکنیم شاهد یک سرگردانی عجیب بفیشه نزد روشنفکران و متفکران فارسی زبان هستیم اینی که شما اشاره کردید در سطح بنومللی هم بر سر مفهوم مشروعیت مراقشه هست به یک سو از سوی دیگر ما متاسفانه معنای مفهوم مشروعیت رو پیش قرار دادیم که گویا بدیهی است و همگان میدانند اشاره کردید به توماس هابس و جان لاک و جان جاک روسو ما میتونیم حتی این رو امتداد بدیم مثلا در فلسفی اخلاق کانت در سول ابدی کانت در واقع مبانی دیگری برای مشروعیت میشماره که از منظر اخلاقی بهش نگاه میکنه اما اگر بخوایم یک پرش بزرگ داشته باشیم برسیم به ماکس وبر چون ماکس وبر یگانه کسیه که از منظر جامعه شناسانه مفهوم مشروعیت رو تعریف کرد. در قرن بیستم در قرن بیستم در کتاب اقتصاد و جامعه که یک رساله اصلی ماکس وبر هست در این زمینه ایشون میاد انواع حکومت های مشروع رو بر شماره بر بستر مشروعیت یعنی توصیف میکنه توصیف میکنه و میگه که اصلا مشروعیت به چند نوع هست مثلا مشروعیتی که او بر شماره میگه ما یک مشروعیت سنتی داریم یک مشروعیت کاریسماتیک داریم و یک مشروعیت مدرن اوغلایی داریم مشروعیت سنتی رو هم به چند دسته تقسیم میکنه یعنی مشروعیت سلطنتی بخشی از این مشروعیت سنتی است که ماکس وبر میگه ولی پیوند خونی رو هم از قلم نمیدازه کما اینکه مثلا ما در مواردی مثل حکومت های ایلاتی یک نوع پیوند بین ایل مردان و یعنی ساکنان یک ایل و ایل خانان و ایل بیک هاشون وجود داشته بله. و این بهشون مشروعیت میداده این تفکر با انتقادهای زیادی هم رو, رو میشه و تکمیل تک میشه در ادامه خودش مثلا بخوام من بگم آه 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 کارل یاخیم فریدریش بحثی که مطرح میکنه در ارتباط با مشروعیت میگه که ما مشروعیت رو باید این گونه دسته بندی کنیم چون وقتی ما میگیم کاریسماتیک کاریسماتیک میتونه سنتی باشه میتونه غیر سنتی باشه ما نمونه های باور به مشروعیت کاریسماتیک رو داریم اون میاد می، میگه ما سه دسته مشروعیت میشناسیم مشروعیت شخصی مشروعیت ایدئولوژیک و مشروعیت مدرن آه. یعنی سه دسته میکنه مشروعیت مدل رو مشروعیت ساختاری میگیره مثل مثلا کشورهای دموکراتیک اروپایی که شما میرین پای صندوق انتخابات رای میدین حالا میتونیم بعدا به این بحث رو تدقیق بکنیم مشروعیت شخصی رو هم مشروعیت کاریسماتیک میگیره هم مشروعیت سلطنتی میگیره همون پیوند خونی که در واقع ماکس وبر اشاره میکرده در حکومت های ایدولوژیک بیشتر جنبه توتالیتری پیدا میکنه مثلا ما نمونه بخوایم بگیریم نمونه فاشیسم یکی از نمونه های مشروعیت ایدولوژیک که, که کالیو آخین فریدریش روش انگوش میگذاره بلد. یا اینکه کمونیسم در اتحاد شوروی و من نمونه سومش رو اگر نمونه زیادتری داره ولی من میخوام یک نمونه هم بگم جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مثال ها رو این فیلسوف سیاسی قرن بیستم بر میشماره نشون میده که داره توصیف میکنه مثل وا... ماکس لبر یه دستبندی خیلی مهم در بحث مشروعیت همینه دیگه یه تعداد نرمتیف برخورد میکنن هنجاری یعنی میگن یک نظام سیاسی باید این سنجه ها رو داشته باشه این شاخص ها رو داشته باشه یه تعداد توصیفی جامعه شناسه شانه مثل همین دو مثالی که شما بردید شما خودتون متمایل به کدوم هستید چون در فضای سیاسی ایران بیشتر همین نگاه هنجاری رایجی یعنی مدام ارجاع داده میشه به اینکه این نظام مشروعیت نداره بدن اینکه این, این خصایص رو نداره این سنجه ها رو ازش گذر نمیکنه ببینید ما پیش از جواب دادن به این پرسش باید بگیم اصلا مشروعیت چی است هنوز من تعریف خود خب خب مشروعیت رو از ز... زاویه بله. دید خودم ندادم ببینید مشروعیت در ذات خودش باوره امه. یعنی اگر از این منظر بخوایم نگاه بکنیم حتی اونهایی که هنجارهایی رو برای مشروعیت برمیشمارن سنجاهایی رو قائل میشن مبانی بره. رو اعلام میکنن مثلا چه من مشارکت سیاسی مردم یا یعنی نمیدونم توافق بر سر تنظیم رابطه قدرت بره. هر کدوم از این کسا هم این افراد هم در مجموع دست آخر میرسن به اینکه این باور مردم یک کشور هست نسبت به حاکمیت آن کشور بله. که تولید مشروعیت میکنه یعنی اگر من بخوام یک مثال بزنم که بگم دقیقا مشروعیت از چه جنسیه که روشندتر بشه بحثمون رو راین هارت بندیکس خود مشروعیت رو با سیستم بانکی مقایسه میکنه برده برده. میگه اگر که مثلا شما پولتون رو به عنوان سپرده از یه بانکی میگذارین در بله نخست باورتون اینه که این بانک سپرده شما رو با امانت تمام نگه میداره و قولهایی که راجع به اون سپرده به شما داده رو اجرا میکنه خب اگر ما بخوایم این رو برگردونیم باز به بحث جامعه شناسانه خودمون مشروعیت روی کرده جامعه است نسبت به صاحبان قدرت باوره حالا این باور میتونه ب... از آسمون نمیاد یک مبانی البته مشروعات الهی داریم حالا لازم شد راجع به مشروعات الهی هم صحبت میکنیم ولی م... مشروعیتی که مبانی که براش برش مرده میشه این مبانی میبایست اون باور و اون اعتماد رو نزد مردم ایجاد بکنه بله. بسیار خوب این مبانی. بیشتر این میشه توضیح بدید در ادامه شما رجب... مشروعیت چی میتونید بگید به با ارجاب به فیلسوف بریتانیایی ادموند برک که پیش از انقلاب فرانسه شاهد بود انقلاب شکوهمند به اصطلاح شکوهمند بریتانیا رو که بدون خشونت بود ولی در این حال کتاب اصلیش رو تأملاتی بر انقلاب فرانسه رو بعد از مشاهده انقلاب فرانسه و نتایج اون نوشت درسته با سلام به شما جناب کریم جناب فارغ و بینندگان محترم قبل از اینکه به برک بپردازم خیلی خلاصه و کوتاه یک به اصطلاح بندی انجام بدم مشروعیت گاهی برمیگرده به مشروعیت کابینه چیزی که ما بهش میگیم کابینه و من ترجمه میکنم گاورمنت و به حکومت در واقع اینا نهادهای زیرین زیرین هستند توی دستگاه سیاسی و یه وقت برمیگرده به مشروعیت دولت که در واقع من اینو جای استیت میذارم من اینا رو میگم نهادهای زبری، نهادهای بالایی و نهادهای پایین آره. در ادبیات سیاسی ایران البته دولت به کابینه اون افتاده و... یعنی ولی شما به حال نهادهای زبری و نهادهایی که پاسخگو هستن به این نهاد زبری اینجوری دستبندی میکنی. بله بله بتاعت. مشروعیت دولت مجلس در واقع دولت منظورم کابین است اینها خب چون رابطه مستقیم دارن با سیاست و رتق و فتق امور کشور این کاملا رابطهشون مستقیم و دایرکت با در واقع رای دهندگان با مردم با احسن. کسایی که در واقع تحت یک حکومتی دارن زندگی میکنن مشروعیت نهادهای زبرین و بالایی از این جنس نیست و در هر نظامی هم این نهادها یا وجود ندارن یا شکلشون عوض شده ولی نشریت اینها کما بیش غیر مستقیمه یا از اساس به شکل دیگه مثل شکل وراثت. در واقع این مشروعیت مستقیم از مردم به شکل ادواری نمیاد این یک میثاقیه که در واقع به ارث رسیده از نیاکان بر اساس رویه های حقوقی کهنسال این یک نکته نکته بعدم اینه که مشروعیت گاهی مشروعیت بهش میگن پرفورمنس لژیتیمسی مشروعیت متدیک روشی مشروعیت فرایندی مشرویت دموکراتیک که در واقع این پروسس لژیتیمسی است پرفورمنس لژیتیمسی مشروعیت کارکردیه اینکه آیا این 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 حکومت کار چیه بله, بله این حکومت میتونه در واقع این این ما، ما، کشور رو به سامان به چرخونه یا نه این پرفورمنس که مشروعیت کارکردیه و پروسس لژیتیمسی همین مشروعیت دموکراتیک خیلی ساده که بگم بله مشروعیتی خب... که به سازوکار به سیستم دقیقا در واقع همون آیا, این نظام دموکراتیک هست یا نه بله. نظام دموکراتیک در واقع خودشون رو نظام هایی میدونن که ساز و کارشون مشروعه حالا از دل این ساز و کار از دل مثلا انتخابات چی در بیاد این دیگه <تصفح> بله. بله بله, یا اینکه مثلا نمایندگانی که انتخاب میشنن موفق بودن یا نه بله. اینا همه میچرخه به سمت بله. مشروعیت مشروعیت کارکردی یا پرفورمنس بله. یک باوری که وجود داره متاسفانه و این باور خب یه مقدار برمیگرده به اون دوگمه های دموکراتیک که خودش ربطی به دموکراسی نداره اه. میتونه به دموکراسی ضربه بزنه اونم اینه که وقتی که شما مشروعیت متدیک یا دموکراتیک و بنیاد به نهید اتوماتیک خود به خود شما به پرفورمنس اجتی مثل مشروعیت کارکردی هم میرسید حکومت های دموکراتیک حتما موفق خواهد سعادت به همراه خواهند آورد مشکل اینه که اگر این اتفاق نیفته اون موقع مشروعیت کارکردی به جهت این که تأمین نشده به شدت ضربه میزنه به دموکراتیک در واقع اونو هم از بین خواهد بود از اون سمت اگر مشروعیت کار کردی خیلی خیلی بخواد فربه بشه در واقع اونهایی که دارن کشور رو میچرخونن میگن خب ما که در واقع نیازهای اولیه مردم رو تأمین کردیم بله. اونها میتونن آرام آرام مشروعیت دموکراتیک رو برونن به گوشه رینگ بله یه نخبه طبقه نخبه شکل بگیره بگه بگیر بگیر که من که دارم کارم انجام میدم بله در واقع بالانس و تعادل بین این دوتا مهمترین نکته که بله. میشه ته کرد راجع به برک و در واقع انقلاب فرانسه و اون دوران و اینکه در واقع موضع من اینه که وراثت میتونه به عنوان مشروعیت طرح بشه و این روخ داده در تاریخ جهانی و با به نحو البته قیاس ناپذیر با نمونه بریتانیا ولی همچنین در تاریخ ایران اینه که در اون دوره خب یه اتفاق تو اروپا افتاده بود که همه رو شکه کرده بود و فقط هم این نبود که پادشاه خل شده بود یک خشونت هایی داشت رخ میداد به نام مردم به نام توده به نام مقدس مردم و س... هم لویی هم ماری آنتوانت رو گردن زدن بله بله اول با تحقیر در خیابان های اروپا چرخوندن بله و بعد بله. گردن زدن و تمام اینها رو برک در واقع تحلیل میکنه مثلا سکوت مردم فرانسه رو راجع به تحقیر ماری آنتوانت تعبیر میکنه به اینکه سنت در واقع چی در واقع سنت شهرسواری اروپا از دست رفته و گرنه هیچ کس نباید اجازه میداد به خاطر احترام به خودش ملتش و نیاکانش که این اتفاق بیفته مسئله این بود که یک دوران تازه داشت شروع میشد و این دوران تازه کرانه هاش ناپیدا بود و اتفاق که داشت میافتاد به نظر میومد که و همین طور هم شد به نظر میومد که اروپا داره به یک ریل دیگه میره خب برک و امسال برک اصلا نمیخواستن که این ویروس حالا ویروس تعبیر تمثیلیه در واقع این موج به انگلستان هم بیاد تو اون دوره کسایی که مثلا خطابه ایراد میکردن مثلا ریچارد پرایس The Revolution Society مثلا انجمن انقلاب که این انجمن اصلا برای در واقع گرامی داشته انقلاب شکوهمند Glorious Revolution 1688 تحسیس شده بود تمام اینها شروع کردن به تفسیر در واقع فرانسوی از تاریخ بریتانیا بله. و اینجا برک میسته و با ارجاع به اسناد حقوقی با اجاب رویه بزرگان سیاست و حقوق بریتانیا میگه که این انقلاب شکوهمندی که ما داشتیم کاملا خلاف این مسیری که الان داره طی میشه در فرانسه طی بله در واقع خب خیلی ها می خب هم میگن خب انگلستان هم پادشاهش رو گردن زد انگلستان پادشاه رو گردن زد جیمز اول رو گردن زد چارلز اول رو گردن زد ولی مسئله اینه که حتی سلسله سلطنتی رو تغییر ندادن در واقع چارلز اول چارز اول هم واقعا ترابل میکر بود واقعا آدم دردسر سازی بود 13 به... سال مملکت رو بدون پارلمان پارلمان با. رو تعطیل کرد با. و باعث جنگ های مذهبی شد برای اینکه بیننده یه مقدار اون به سر زمانی اون بافتار رو بفهمه در میانه قرن 17 کرامول و همفکرانش اومدن شاه رو برانداختن گردن زدن و بحث بر سر قدرت پارلمان بود با. که پارلمان تصمیم گیره اصل ولی شاه نمیپذیرفت رو گردن زدن اما در ادوار بعدی چند دهه بعد همین حکومت کرامول و همدستانش یا همفکرانش باید بگیم برانداخته شد و شاه دیگری به قدرت رسید بله فرزند همین چارلز شما بله, بله. بله شما گفتید که سلسله عوض نشد ویلیام آرنج از هلند اومد و ویلیام آرنج در انقلاب بله. بله. انتقال منظورم اینی که انتقال پرتنشی بود بله پادشاهی مشترک ویلیام و مری برمیگرده به انقلاب شکومن که 1688 بله. اتفاقی بله. که برای چارلز اول افتاد تقریبا میشه گفت اوایل اون صده هست بله. اوایل صده 17620 بله از این توضیح بافتار که بگذاریم شما معتقد هستید که برک اومد گفت که کاری که در انگلیس کردیم کار درستی بوده یعنی ما اومدیم یک انقلاب شکوه مندی کردیم بدون اینکه مثل فرانسه خشونت و تمام اون چیزایی که میشه گفت به اسقاط یک نظام انجامید رو شاهد باشیم درسته بله, بله گفتید موافق برک هستید خودتون به چه معنا به این معنا که در دوران کنونی خب هم به تبع انقلاب فرانسه هم به جهت مد جهانی باید. هم به جهت اتفاقی که تو خود کشور ما افتاد به حیثیات مختلف مسئله دفاع از سلطنت به خاطر خب در واقع تعارضات خیلی خیلی کهنه و یک جای فرسایشی که توی فرده. ایران هست این این خیلی بد بدنام شده دفاع از سلطنت به عنوان اینکه مثلا دفاع از استبداد دفاع از وراثت دفاع, دفاع, از مثلا در بر مبنای وراثت شما دارید دفاع میکنید بله بله در واقع سلطنت موروسی آها. چیزیه که در واقع مسئله اینه شما اگر نسب و انتخاب رو در جای خودش قرار بدید در واقع این کارکرد خودش رو داره اون جایی که اینا از جایگاه خودشون خارج شدن همواره مصیبت به بار اومده بذارید برای اینکه خود من هم دقیق بفهمم شما معتقد هستید اون نهاد زبری خودتون زبری گفتید اون باید از طریق موروسی با انتصاب انجام بشه اما نهادهای زیرین این که کابین است این میتونه انتخابی باشه و فکر میکنید این مشروعیت فراهم میاره بله بله خیلی کوتاه این بیش از همه خیلی کوتاه بگم برمیگرده به نگاه فلسفه محافظه کاری که پشت این وراثت ایستاده به مسئله قرارداد اجتماعی که برخلاف روسو اینو صرفا کانترکتوال یا قرارداد گرایانه بهش نگاه نمیکنه قرارداد اجتماعی صرفا یک برگه نیست صرفا یک سند نیست تو خود بریتانیا ما در واقع کدیفاید کانستیتوشن نداریم وجود تقویمی و تاریخدار نداره این برمیگرده به میراس تاریخی نیاکان رویه های حقوقی و در واقع آزادی رو ما یک بار تحصیل میکنیم اون گذشتگان ما هم که تحصیل کردن با خونه دل تحصیل کردن ولی بعد شما این آزادی رو به ارث میبرید بله، و موقع شما صحب. تعهد تاریخی دارید که این رو انتقال بدید به نسل بعدی بله، ارجاع شما به رأی ادموند برکه که میگه که نهاد سلطنتی بر اساس این یک سنته و ب... به این دلیل باید پاسش داشت چون خیلی سنتگرا بود دیگه بله, بله من میخوام ببینم در این اینکه در اون هیته نظری و توریک باقی میمونیم جواب شما چیه به اونچه که آقای آیت الله میگن که مشروعیت رو در واقع با ارجاب به آراء بیشتر مشروعیت سنتی میدان مینامن و این سنت وراثت که مبنای سلطنت قرار میگیره رو ایشون فکر میکنن مشروعیتی که کماکان در جهان امروز میتونه مفید واقع باشه ابتدا راجع به برگ برک ببینید ادموند برگ خیلی چیزها رو دید خیلی چیزها رو ندید در نقد انقلاب فرانسه خشونت جاکوبین ها رو دید اما پروسه ملت سازی رو توی فرانسه ندید. انگلستان خب یک نگاه محافظه ای راجع به این قضیه گرفت و ادونبرگ این مسائل رو مطرح کرد اما موضوع بر سر دفاع از خشونت انقلاب نیست، بلکه موضوع بر سر دستاورد اون انقلاب بود که اون انقلاب اولین کاری که کرد دموکراسی و ملت رو ملت به معنای مدرن کلمه رو انقلاب فرانسه ایجاد میکنه ما پیش از اون ساکنانی رو داریم که از حقوق خودشون یا مطلع نیستن یا بسیار فاصله دارن از کسب اون حقوق این رو انقلاب فرانسه ایجاد میکنه یعنی ما دستاوردهای انقلاب فرانسه رو نمی نادیده بگیریم در ارتباط با مسئله اینکه آیا سنت وراثت میتونه مشروعیت ایجاد بکنه یا نه اولا که ما در ارتباط با تاریخ ایران صحبت میکنیم در 2500 سال حکومت پادشاهی در ایران بیش از هر جای دیگر دنیا شاید این ادعا بزرگ باشه ما با شاهد گسست هستیم یعنی مرتب گسست ها اومدن اینجوری نیست که وراثت اومده از یک جایی از کروش اخامنشی آغاز شده همینجوری فرزندان و فرزندانش اومدن تا رسیدن به حکومت امروز حکومت در واقع محمد رزاشا این گونه نبوده اتفاقا حکومت پهلوی خودش برخواسته از یک گسست بزرگ در تاریخ معاصر ایرانه یعنی برای اولین بار یک حکومتی در ایران سر کار اومد بعد از قرنها که ریشه ایلاتی نداشت ما پیش از حکومت پهلوی حکومت هامون عموما ایلاتی بودن حداقل بعد از ساسانی دومان ایلاتی بودن بله بذارید خب. پس همین دو نکته رو با آیت الله در میان بگذارم یکی در مورد انقلاب فرانسه ادموند برگ میدونیم که در واقع بیشتر تحت تاثیر انقلاب فرانسه اومد نظریه خودش رو تدوین کرد و در اون زمان انقلاب فرانسه آثار س... میشه گفت فوریش مشهود بود اما در قرن 19 و در قرن 20 خیلی هم اصلا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تا تحت... حد زیادی تحت تاثیر انقلاب فرانسه میدونن و جالب این که اساسا حقوق بشر رو یک مفهوم انتزاعی میدونه و میگه که سیستم های سیاسی و روال سیاسی رو نمیشه اصلا گره زد به حقوق بشر در مورد ایران هم ایشون میگن که ما شاهد گسست بیشتر هستیم تا استمراری که نظام موروسی باید فراهم بیاره و بازم اگر به ادونبرگ برک ارجاع بدیم ادموند برک به این دلیل روی نظام موروسی ما رو میده میگه که مایی استمراره شاید در کشورهایی چون انگلستان در فرانسه تا قبل از انقلاب فرانسه چنین بوده ولی در ایران ما شاهده این نیستیم خب نکات زیادی مطرح شد من البته با جناب فاروقی موافق نیستم که پروژه ملت سازی صرفا با انقلاب فرانسه رخ داد البته انقلاب فرانسه نقش داشت نقش انکارناپذیری داشت ولی این کانستیتوشنال موومنتس ها یا جنبش های مشروطه گرایانه ای اروپا این وسط انکار میشه من موافق نیستم که مردم بریتانیا در قرن 17 نمیدونستن حقوقشون چیه چون شما مثلا دادخواست حقوق دارید دکلریشن of Rights 1689 حتی چند صد قبلتر از اون منشور کبیر رو دارید مگنا کارتا و این یک روند بدتی در واقع روند مم. کندی بود ولی اون هزینه های گذاف رو به همراه نداشت و مردم بریتانیا هم ملت شدن در نهایت ولی خب در یک روندی که میشه گفت یک روند طبیعی بود در یک روندی بود که در واقع پا جای پای گذشتگانشون میذاشتند ولی اگر گذشتگان جای سست قدم برداشته بودن اینها سعی میکردند با کمترین انحراف معیار یک ایستنگاه در واقع محکمتری پیدا کنن ولی از مجموعه اون در واقع دستاورت هایی که به ارث برده بودن به کل عدول نکنن درباره حقوق بشر خب اگه شما با نگاه امروزی به برک نگاه کنید واقعا قابل دفاع به نظر نمیاد ولی اینطور نیست در واقع برک و فیلسوفان محافظه کار بسیارشون اینها اول از هر چیز قائلان هستند به این نترال تیوری آف در واقع نظریه, نظریه قانون طبیعی, بله. که گاهی به حقوق طبیعی یکی گرفته میشه ولی خب لزوما یکی نیست مثلا برک قائل هست به قانون طبیعی ولی حقوق انسان رو در واقع از پوزیتیو لوز از حقوق موضوع که همین برمیگرده به برمیگرده به سنت حقوقی گذشتگان برمیگرده به بیشترین عبارتی که اینو میرسونه آزادی های موروسیه اینکه شما وراثت رو در سلطنت حقی از حقوق خودتون میدونید نه چیزی که بر شما گذاشته شده در واقع نشانه پاسداشت آزادی‌های شماست نه نشان بندگی شما در واقع بخشی از منفعت ملت و ملی هست بخشی از منافع ملی است نه مثلا چیزی که باعث بحران بشه باعث شکایت باشه درباره اینکه گسست بوده من کاملا با جناب فاروقی موافقم فقط هم البته اینجا باید اشاره کنیم که فقط هم به ایران منحصر نیست همان که شما خودتون گفتید در دوره فترت بریتانیا ما چند دهه جمهوری داشتیم و این بازی رستوریشن و یک بازگشتی به سلطنت داشت چون مردم بریتانیا اینطور تصمیم گرفتن در فرانسه کاملا برعکس بود یه دوره کوتاهی بازگشت به سلطنت داشتیم دوباره در واقع در نهایت این کشور جمهوری شد معتقد در ایران هم به رقم این گست ها در نهایت اون نهاد باز یافته شده بله به خاطر تأخیر و... تاخیر تاریخی و فرهنگی ما قیاس ناپذیر گسست های ما با گسست های اونها ام. ولی اینجا باز بحثی مقدار فلسفی میشه مهمترین نگرانی فلسفه محافظه کاری ویل بینگ سعادت و بهروزی انسانه برای همینه که برک میگه که خیلی وحشتناک حکومتی باشه که ضد آرزوها و خواستهای یک ملتی بیاد رفتار کنه ولی وحشتناکتر از اون مردمی هستند که چیز رو برای خودشون آرزو کنن که تحریزی دشمنانه بدترین خسم اون ملت ممکنه در مخیلش بگنجه بنابراین مسئله آه. اینه که خب ما میتونیم هر ما میتونیم در اندازیم بشر این اراده رو داره فلسفه محافظه کاری میگه آیا شما این حق دارید؟ آه. من فقط یک اشاره خیلی کوتاه کنم خمینی اومد تو بهشت زهرا گفتش که پدران ما حالا یک تصمیمی گرفتن پنجاه سال پیش چرا ما باید اینو برای چی برای ما تصمیم گرفتن و خیلی ها از تمام جبه های سیاسی اینو تایید میکنن اتفاقا فلسفه محافظه کاری میگه پدران ما کار درستی کردن پدران ما خونه دل خوردن امسال فروقی در یک دورانی که روحانیت هنوز یک نیمبند یه سلطه داشت اینا تونستن با کمترین در واقع درگیری قانون سکولار رو به تصویر برسونن آیا ما حق داشتیم در واقع اون میثاق و اون آزادی های و اون حقوق تثبیت شده رو یکجا ببازیم به خاطر اینکه میخوایم تجربه کنیم تو تاریخ آقا. آقای فاروقی ما در انقلاب فرانسه ابتدا ملت رو داشتیم که دولت خودش رو ساخت در حالی که مثلا در انگلستان یا خیلی دیرتر مثلا بیسمارک در خود آلمان دولت رو ابتدا مدرن کرد همین کاری که در زمان شاه اتفاق افتاد در مورد پرسشی که شما میکنید ببینید اگر ما بپذیریم که مشروعیت یک باوره اگر این رو اساس قرار بدیم اون موقع چه منبش مشروعیت کارکردی باشه یا مشروعیت کاریسماتیک باشه یا مشروعیت ایدولوژیک باشه یک باوره و این باور وقتی که خارج از فضای تاریخ قرار بگیره چون وقتی که من بیام به عنوان مثال بر اساس صحبت ادمون برگ برای مشروعیت یک سنت قدیمی قائل بشم یعنی عملا من این مفهوم سیاسی که باور یک نسل از اون نسل جدا کردم و برای اون یک اعتبار فرا تاریخی قائل شدم و چنین چیزی از باور من به باور من بهش مبنای ایدولوژیک میده یعنی منظور شما این است که اگر ما این باور رو گره بزنیم به اون چه که در گذشته در پدران یک نسل بوده عملا حق تعیین سرنوشت از خود این نسل گرفتیم یکیش اونه و مستقل از اون میگم بار ایدئولوژیک بخاطر اینکه اگر باور باور یک نسل و باور یک نسل یعنی چی بذارین اینجوری ما تعریف بکنیم ما میگیم حکومت شما از حکومت هم استفاده کردین اشاره کردین به حکومت حکومت چیست واقعیت حکومت رو وقتی هانا آرنت رو نگاه میکنی میگه که قدرت سیاسی نهادینه شده است اگه مفهوم فلسفی بخوایم براش بگذاریم لئونارد بایندر که جامعه شناس هم اصر خود هانا آرنت هست میگه الگوی قدرت سیاسی نهادینه شده است مهم. یعنی یک الگوی قدرته که این میاد نهادینه میشه و اون حکومت رو میسازه برای مردم حکومت چیست؟ برای مردم حکومت اقدامات یک حکومته اقداماتی که تمایل شما بیشتر به مفهوم کارکردی مشروعیتی یعنی ببینن چه از همیشه باورها نه. یه بخشش کارکردی یه وقتی مثلا با در ارتباط با مثلا کاریسمای رهبران کاریسماتیک خب یه باوره یا در نه. ارتباط با ایدولوژی یه سری ایدولوژی ها هستن مثل فاشیسم مثل کمونیسم یک سری ایدولوژی ها به گذشته ابدی ارجاع میدن یعنی این همین صحبتی که الان داریم میکنیم راجع به سنت سلطنت این یک گذشته ابدی است یک گذشته ابدی که میسازیم در واقع ارجایی که محمد رضا از سال 1350 به بعد کرد برای جشن های 2500 ساله نمیدونم تقویم ایران رو تغییر داد اینها دقیقا ارجا به اون گذشته ابدی است بذارید پس من همین رو تبدیل به سوال بکنم از آقای آیت آیا مشروعیت با استناد به آراء ادموند برگ در زمان حال حاضر تبدیل به نوعی سیاست نوستالژیک نمیشه یعنی ما بخصوص در پرتو انقلاب های خونین مثل انقلاب فرانسه انقلاب ایران بگیم که اون چیزی مشروعیت داشت که پیش از این گسست خونین وجود داشت و بعد به مبنای تئوریک هم براش بسازیم قبل از اینکه به این صحبت شما بپردازم برای اینکه یادم نره چون بحث انتقال سلسله توی پایان دوره قاجار شد چون که گفتم با گسستایی که جناب فاروقی مطرح کنم من موافقم و چنانکه که یک زمانی من جایی نوشتم در نشریه فریدون گفتم که شاه ایران آخرین شاه ایران در, در, در واقع شاه فقید این مثل یک در واقع کسی بود که یک چینی شکسته ای رو میخواست بند بزنه در واقع گسست های متعددی و این سلسله واپسین به ارث برده بود و میخواست یک پیوستار در واقع که ادامه داشته و ادامه خواهد داشت یک پیوستار آبرومند یک پیوستار معناداری رو به ایران و جهانیان عرضه کنه ولی مسئله توی اون حالا فارغ از اون تفاوت سلسله های سلطنتی قاجار پهلوی مسئله اینه که حتی مورخانی که مخالف پهلوی ها بودن هم اینو اذعان دارن که انتقال اون انتقال اولین در واقع ترانزیشن قدرت در تاریخ معاصر ایرانی که هم قانونی بود و هم مسالمت آمیز بود <تصفح> یعنی کشتار نشد و به هر حال از طریق نهادهای قانونی این انتقال در واقع انتقال این از امتیاز رو نمیشن بله نمیشه نتیجه گرفت و فلسفه محافظه‌کاری مهمترین تفاوت فلسفه محافظه‌کاری اتفاقا با رومانتیک ها و با رمانتیسیسم اینه که فلسفه محافظه‌کاری یک فلسفه سیاسیه فلسفه محافظه کاری نگاهش به سیاست اول از همه اینه که علم سیاست در واقع علم پسایند حکمرانی علم ام. تجربی حکمرانی به کارآمدی نگاه میکنه بله بله در واقع شما نمیتونید یک مبناهای خیلی انتظاری برای سیاست در نظر بگیرید بنابراین نگاهش کاملا تجربی و کاملا سیاست اندیشان است اونجاهایی که رمانتیک بشه واقعا میره توی جبهه در واقع رمانتیسیسم و رمانتیکا و از حالت فلسفه محافظه کارانه خروج میکنه و البته یه مرز باریکی بین اینها هست بله. یه مرز باریکی بین اینها هست من احساس در... میکنم مثلا در دوران پهلوی بیش ما هر دو رو داشتیم در واقع ام. هم یک نگاه احساس گرایانه بود به گذشته و هم در این حال یک ویژنی بود یک بینش سیاسی وجود داشت ام. یک بینش سیاسی وجود داشت که در هیئت برنامه های سیاسی در حیات برنامه های فرهنگی حالا البته تا چقدر موفق بود میشه بحث کرد ولی صرفا رومانتیک نبود صرفا گرایانه یعنی نبود, نبود بله در واقع یک سری از سرآمدان مملکت در واقع در یک, اون یک نگاه نبود برای آینده ایران داشتن و رو در اون مسیر میروند در اون زمان نبود فروقی عملگرا بود که اومد تدابیر اندیشید که در زمانی که انگلیس و روسیه داشتن برنامه های خودشون دنبال میکردن انتقال سلطنت رو از رضاشاه به محمد رضاشا تدبیر ببینه خب اما در حال حاضر این نوستالژیک نیست چون خیلی زمانی دیگری دیگه ما نزدیک به 70 80 سال از اون زمان گذر کردیم حالا صرفا چون که زمان تقویمی در واقع سپری شده هم. به معنی نوستالژیک بودن لزوما نیست و من احساس میکنم که اگر ما همین در دوران معاصر کمان که مقالات آکادمیک در این زمین نوشته شده بیلان پادشاهی‌های های همین مشروطه معاصر هم. به نظر میاد که نه تنها کمتر از جمهوری های حالا آبرومند غربی و معاصر نیست بلکه خب در خیلی جهات بیشتره یعنی بله. و یک نکته که هست که نگرانی فلسفه محافظه هم هست اینه که برک میگه که دموکراسی منظورش دموکراسی که تو فرانسه داره رخ میده میگه ترسناک ترین چیز the idea of fabrication در واقع این که ما بیام یک حکومت برای خودمون برگزینیم میگه این چیزی که ما رو از ح... البته بسازیم بله بله, بله بسازیم جعل بله, بله. بله, بله. در واقع بنا کنیم برای اینکه از نوآوری میترسه دیگه بله بله ادنبرگ فقط مخالف اینویشن و این اینویشن در واقع بخشی از اون خودخواهی فردگرایانه میدونه اینکه شما خودتون از زنجیره گذشتگان و آیندگانی که شما نسبت بهشون تعهد دارید جدا میکنید اگر کارنامه دولت پهلوی رو یعنی سلسله پهلوی رو بخوای بسنجیم کارنامه بس عظیمیه یعنی دستاوردهایی که ایران در اون دوره داشت آنقدر بارزه که به نظر من بلاحت میخواد تردید ورزیدن نسبت به این قضیه اما همونطور که خودتونم اشاره کردین حکومت پهلوی یک جامعه عقب افتاده یک سرزمین به شدت عقب افتاده رو به ارث برد و سعی کرد از طریق سیاست های مختلفی که دنبال کرد این رو به یک جامعه مدرن تبدیل بکنه اینجا ما شاهد یک سری بحران ها بودیم ببینید سیاست ایرانیزاسیونی که محمود افشار در پیش گرفت یا مثلا کسانی مثل تیمورتاش یا داور کارهایی که اون زمان اینها انجام دادند تا زمانی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد انقلاب ارتجایی اسلامی چون انقلاب برایش بعضی بار مثبت قائلا من میگم انقلاب میتونه کاملا ارتجایی باشه نمونهش انقلاب خود ما تا زمان سال 50 اگه بخوایم در نظر بگیریم بحران مشروعیتی که در ایران به وجود اومد این رو هم من به نظرم نمیشه راجبش تردید داشت این رو از حجوم یا حضور گستردی مردم در آستانی انقلاب میشه دید یعنی در اون زمان میشه گفت که به هر دلیلی حالا این دلیل بر حق بود یا نه حکومت پلوی با بحران مشروعیت سرکار داشت یه چیزی رو من اینجا توضیح بدم ثبات سیاسی یک دولت یک حکومت بر دو رکن استواره یکی مشروعیت یکی کارآمدیه باز همینم مشروعیت کارآمدی یا کارکردی که امروز راجع بهش صحبت کردیم برخواسته از اون کارآمدی و اون حکومت یک اونجا داره در واقع حکمرانی میکنه اگر ما از اینجا حرکت بکنیم دولت پهلوی در اوج کارآمدی و کارایی خودش سرنگون میشه از نظر ارتش از نظر در واقع سیستم امنیتی از نظر پلیس از نظر چرا به این ترتیب به خاطر اینکه بحران مشروعیتی که به وجود اومد در و چرا این بحران به وجود اومد حالا بحران مشروعیت همیشه بحران ثانوی است اگر ما بخوای بحران مشروعیت رو تعریف کنیم اینجوری نیست که مردم یه باوری دارن و بعدا باورشون رو از دست میدن بلکه این باور به دلایلی از دست میره چند تا بحران داشتیم بله. یکی بحران هویت بود ایران یک کشور در واقع سرشار از اقلیت‌های قومی، زبانی، فرهنگی و دینی مذهبی است. سیاست ایرانیزاسیون تلاش کرد که این اقوام رو اقلیت های قومی زبانی رو تبدیل بکنه به ملت فارس بله دیگری ما بحران مشارکت داشتیم حکومت پهلوی دولت مدرن رو ایجاد کرد ولی الگوی قدرت رو مدرن نکرد یعنی اینکه زمینه رو واسه مشارکت مردم فراهم نکرد بله. بحران دیگری که داشتیم بحران همپیوندی هست یعنی شما می نگاه میکنین یکی از مشکلاتی که حکومت پهلوی باش رو شد این بود که مدرنیزاسیونی که انجام داد خب ما مثلا از نشینان شهری صحبت میکنیم اما فقط نشینان شهری نبودند دولت حتی نتوانست دولت پهلوی نتوانست نیروهای روشنفکری هم که همراهش بودند شما سرنوشت تیمورتاش سرنوشت داور سرنوشت کسانی که در واقع همراهی کرده بودن در مقاطع بعدی دولت مردای دیگه هم متقد است بله بسیار خوب آیا اون که شما نظام وراستی می نامید مستعد نامشروع شدن نیست به دلیل اینکه ممکن راه رو باز بگذاره برای اینکه این مقام اول که شما در رأس نهاد زبردستی تعریفش کردید میتونه به راحتی قدرت خودش رو تسریب بده به هیتهای مختلف و تبدیل به در واقع سلطان مطلقه بشه اگر ایدئولوژی های پوپولیستی و تودگرا بیان وسط خب صد البته این ساختارها رو کنار میزنن چنانکه که نمونه های خیلی تراجیکش تو خاورمیانه میانه رخ داده نه در خود کنه این شیوه یا نظامی که شما توصیف میکنید چنین چیزی نیست بذارید برای اینکه راجع به ایران صحبت میکنیم من ارجاع بدم به وضعیت ایران خیلی از دولت روشنبین ایرانی در دهه چهل و دهه پنجا از شاه بریدن ناامید شدن الان تو مصابه هاشون میبینیم کسانی چون آلی خانی اینها معماران نه تنها اقتصاد بلکه اجتماع ایران بودند این فرد در رأس نهاد زبردست اومد خودش رو نه تنها حاکم بلکه اصلا مغز متفکر نامید توی یادداشت های مختلف از جمله یادداشت علام می بینیم که از جلسات خارج می‌شد محمد رضا شاه می که این اقتصادان ها اینا نمی فهمن. اینا یعنی این خودش رو نه تنها در جاگاهی یک فرد در نهاد زبردستی بلکه همدان همه کاری کل این این تبدیل به بحران مشروعیت میشه برای اینکه این پایگاه های پایین رو نه فقط توده مردم بلکه تکنوکرات های خودش رو هم از دست میده استعداد این چنینی در نهاد وراستی هست که چنین بشه به خصوص در درامه چون ایران شما ببینید وراثت در ساختار مشروطه سلطنتی کاملا سازنده است کاملا پیشبرنده است تعادل ایجاد میکنه به سامان میکنه در واقع بخش دیگه پیکر سیاسی و مجموعه به ظاهر متضاد ولی در واقع متکثر قانون اساسی و اینها رو به هم پیوند میده ولی شما وقتی که میاد پمپاژ میکنید ایده های دموکراسی خواهانه رو در خطه های دیگه که اون تاریخ و تجربه های تاریخی به اصطلاح در زمین رو نداشتن یا غرب رو اون موقع این کد های ف... کالچورال کد یا در واقع اون فلسفه محافظه کاری همین میگه میگه شما انسان رو نمیتونید تغییر بدید هیچ نهادی نمیتونه انسان رو تغییر بده انسان که هر اقتداری از اونها نشأت میگیره خوب. طبیعت و سرشت بشری به شکل دیگه خودش رو پیش خواهد بود چون که ما اینجا تو خاورمیانه جمهوری های مروسی داریم مهم. اصلا وراثت بخشی از نظام سلطنت اصلا ربطی به جمهوری نداره و در پرتو این نظر ادوارد شما میاید انقلاب ایران رو تفسیر میکنید یعنی میگید که اون سیستم نامشروع نشد مسئولیت خودش رو از دست نداد بلکه به قول شما کدهای فرهنگی خارج از اون خطه وارد شد و سیستم رو به هم ریخت خب اگر به مشروعیت خیلی. نگاه هنجارگرانی داشته باشید به نظر من ده. اون اون نظام مشروع بود و در اوج مشروعیت و مقولاتش با هم فرو افتاد ده. ولی اگر نگاه توصیفی داشته باشید ده. من باز نمیگم اکثریت مردم نامشروع دونستن در واقع سیستم سلطنت رو با آخرین خاندان سلطنتی که پهلوی ها بودن ده. بلکه چنانکه شاه در مصاحبه پاناما با دیوید فراست میگه یک بخش میجوریتی و اکثریت مردم براشون انگار الصویه بود در واقع اینها نیوترال و خونسا موندن حالا خمینی باشه یا پهلوی ما که زندگیمون مشریتمون خواهد چرخید که دیدیم نمیچرخید اگر شما بخش کوچیکی از جامعه بود امریکا بله بله یک اقلیت سرسخت ولی دارای برنامه و بسیار بسیار با انگیزه در واقع صحنه رو برگردوندن راجع به مسئله ایرانیزاسیون من خیلی مطمئن نیستم کم بله. کما اینکه راجع به این در واقع تاراندن نخبه ها به نظر من اغراق میشه بله. و اینکه ببینید مسئله من اینو نوشتم توی همین وبسایت شما من معتقدم سلطنت علت العلل استبداد نبوده و این بزرگترین خطاییه که ما استبداد و فرو کاهش بدیم در واقع تقلیل بدیم به سلطنت شما ببینید مسئله مشکل اینه در واقع یک ددلاک یک بمبستی بود اگر شاه اگر رضاشاه کبیر با تیمورتاش تصویر حساب نمی کرد. شما ببینید تیمورتاش شخصیت بسیار قدرتمندی بود و شخصیت بسیار کارایی بود شما فکر میکنید اگر تیمورتاش قدرت می آیا مثلا این سلسله رو کنار نمیزد مثلا قدرت رو کامل به سمت مسئله این بود که این احساس ناامنی این سکیوریتی هم تیمورتاش داشت هم رضاشاه داشت هم مصدق داشت و هم پادشاه فقید و این, نا این ناامنی درونی ربطی به سلطنت نداره ربطی به یک فرهنگ چند بله، هزار ساله, از این ساله داره. خاک برمیاد به نظر بله، که بله. نتیجه انقلاب 57 نه یک دموکراسی بلکه یک جمهوری بسیار تهاجمی و آخر از زمانیه بله. جماعتی که رفتن درست یا غلط رأیشون رو توی رفراندوم آرو و نه به صندوق ریختن اب متاسفانه شوربختانه یا اقلیت نبودن ما چیزی که میبینیم اتفاقا به نظر من مسئله بر سر ارزیابی دقیق آن چیزی است که بر ایران رفت در اون زمان ما وقتی از مشروعیت صحبت میکنیم و از بحران مشروعیت صحبت میکنیم این برخواسته از همون صحبتی که من پیشتر سعی کردم انجام بدم که وقتی ما میگیم مدرنیزاسیون سیاسی دولت مدرن رو حکومت پهلوی به ما داد اما الگوی قدرت رو مدرن نکرد الگوی قدرت سنتی موند و به این خاطر بود که ما نتونستیم مشارکت کسانی رو داشته باشیم که اتفاقا منطقا باید جانب محمد رضا شاه رو میگرفتند و نه علیه او بیستند بله. مثلا ما بازرگان رو مثلا خب بازرگان توی دفاعیش میگه که ببینید ما آخرین جریانی هستیم که بر بستر قانون اساسی با شما روبرو میشیم بله. بعد از ما حتی این هم از بین خواهد رفت ببینید اه اه آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد بحران مشروعیت اگر ما امروز رو ببینیم با سمین من میکنم میگم باور باوری است که مردم نسبت به حکومت دارند برای بستر اقدامات حکومت مردم ایران همونهایی که به جمهوری اسلامی به رهبری کاریسماتیک خمینی و مشروعیت او باور داشتن امروز بخش زیادشون باورشون رو تغییر دادن امروز بخش زیادی از اونها متوجه شدن که این سیاست غلط بوده بلد. و اونها شایسته چنین مشروعیتی نیستن اینکه خامنه ای و آیت الله یزدی و دیگران اصرار بر مشروعیت الهی نهاد ولایت فقیه دارن بخاطر خاطر اینکه الان که دستشون از زمین داره کوتاه میشه یاد آسمان افتادن بلد. و سعی میکنن از آسمان مشروعیت آیا آیت چند نقد میشه وارد کرد به درک عمومی از مفهوم مشروع... مشروعیت در فضای سیاسی ایران هم در سمت حاکمیت هم در سمت مخالفان یکی اینکه اینها فکر میکنن مشروعیت یک چیز صلبه یعنی یا یک نظامی داره یا نداره در صورتی که به سرعت میتونه همه چیز تغییر کنه یک نظام ممکنه امروز حد بالایی از مشروعیت کسب کنه چهار روز دیگه این رو از دست بده خود همین نقد به یک نقد دیگه هم ما رو میرسونه همین که بحث مشروعیت بحث درجه دیگه نظام سیاسی در زمانی که برک کتابش رو مینوشت در بریتانیا حد بالایی از مشروعیت داشت چند سال قبل از اون این مشروعیت بسیار پایین بود در ایران در ادوار مختلف انتخاباتی این مشروعیت اگر بر اساس مشارکت در انتخابات به سنجیم بالا پایین میره دیگه و بعد خود همین هم یه بحث مهم دیگه است آیا مشروعیت صرفا گره زده میشه به مشارکت؟ این چیزی است که در خارج از ایران به خصوص می‌بینیم و در داخل ایران روی مشارکت خیلی جولان میدن درسته در صورتی که این همه سرمگذاری روی مفهوم مشارکت در انتخابات یه مرتبه ممکنه زیر پایه یا نظام یا مخالفی نظام رو خالی کنه دیگه رقم بالا پایین میاد یک مرتبه انگار این ابزار ازشون گرفته میشه آیا این نشون نمیده که این حد از سرمایه گذاری روی مفهوم مشروعیت در شرایطی که این همه بر سرش مناقشه هست نمونش در این مصر بیش از حد هست و خیلی ابزار مفهومی خوبی برای پوزیسیون و اپوزیسیون نیست و باید به سراغ چیزهای دیگه برن من احساس میکنم اینجا حالا برای ما ایرانی ها مسئله بیش از اون چه که واجه باشه در واقع جان و جهان ماست که گرفتار یک ایدئولوژی آخر از زمانی بسیار تهاجمی شده که هیچ توقفی هم تو کارش نیست شما اینو بگید مقبولیت بگید آها. مشروعیت هر اسمی که میخواید براش بذارید ما باید با این شر سیاسی با این حیولای سیاسی چون که تو ادبیات کاری برای رژیم‌های های توده‌ای به کار میره هم. که من گفتم برک میگه دموکراسی فرانسوی بعد چون بی پرواز فیرلس هست بله. حکومت و دولت باید پروا داشته باشه باید حزم داشته باشه باید از حدود قانونی و سقور خودش بترسه که پاش ورتر نظره. نذاره بله. در واقع بچه توده‌ای تغییرهای ناگهانی و تغییرهای بنیانی خیلی در نظر فلسفه محافظه‌کاری برجسته است و, فکر و در واقع... برای توضیح این وضعیت مفهوم مشروعیت کارآمد هست یا نه میخوام ببینم نظر به نظر من چیه؟ روی کرده هنجارگذار به مشروعیت در این زمینه کاملا کارآمده این نکته کوتاهی بگم من خیلی مطمئن نیستم از این موضعی که الان دارم میگم ولی میشه روی این فکر کرد اون دوره ای که قرار بود هزینه برای تغییر داده بشه ما یک اکثریت خاموشی داشتیم وقتی که بازی شطرنج سیاست عوض شد خب ایرانی ها ملت حالا بگیم دین خو من تعبیر دین خیلی به کار نمیبرم ولی یه یک دین ورزی هزارها سال در ما بود یک ایده ای از اینکه دین امر رهایی بخشیه سینه به سینه به ما به ارث رسیده بود خوب. جمهوری اسلامی برای بسیار از کسانی که رفتن ریدانی هم چنین چیزی بود همین حرفایی که خمینی با زیرکی با هوشمندی میگفت میگفت اسلام به شما آخرتتون جهان یعنی دنیاتون هم من فقط می به چیزی که ریشه داشت در ایران میخواید بگید بله, بله ولی اتفاقا اون ادمون البته باجگونه حرف... کرد و تحویل جامعه ایران این نقض حرف ادمونبرگ نیست اتفاقا ادموند برک خیلی به قول انگلیسی لیگالیسته حقوقی حرف میزنه این بحث حقوقی رو با ارجاع به اون چه که ریشه داره میاد تدوین میکنه خب خمینی هم ریشه دار بود در تاریخ ایران یعنی شما دو نوع مشروعیت در تاریخ ایران دارید اگر مفهوم کلی من. یکی مشروعیت دینی یکی مشروعیت پادشاهی خب سلسله‌ای بودن که گفتن ما پادشاه هستیم و در این حال ما الهی هستیم این مختص جمهوری اسلامی نیست پس اگه شما بخواید مشروعیت رو بر اساس سنت و اونچه که ریشه دار هست و در نسل‌های پیشین بوده بی تعریف کنید خب جمهوری اسلامی هم ریشه دار بوده بله چون که ما در گفتگوی خودمون داشتیم ببینید مسئله اینه که حتی اگر شما فرعی زدی رو در نظر بگیرید اینکه پادشاهان ما در واقع یک مبنای الهی داشتن این پادشاهان رو تبدیل به کاهنانی که بر تخت سلطنت نشستن نمیکنه این یک بدعت بسیار بی سابقه بود ده. و به خاطر شخصیت خود خمینی و به خاطر موقعیت‌های مختلف این اتفاق تو ایران افتاد ولی در گذشته هم حتی اون زمانی که کاهنان دخالت های بیجا میکردن در دستگاه امپراتوری مثلا ساسانی یا امپراتوری های کهن ما هیچ وقت نمیدن شاه کنار بزنن رو تخت سلطنت بنشینن این یک امر بدعتمند در اینی این که در ایران ریشه داشت خود تشکیل حکومت یک بدعت بله مسئله جمهوری اسلامی که ریشه ها و گذشته ایران رو به شکل باجگونه و دستکاری شده تحویل داده شما نظرتون چیه آقای فاروقی در مورد این همه سرمایه‌گذاری روی مفهوم مشروعیت به خصوص در شرایطی که در ایران در فضای سیاسی ایران مشروعیت معادل حقانیت یا برحق بودن شمرده میشه یعنی حد بالایی از هنجارمندی در بحث مشروعیت هست این که این سرگردانی نظری وجود داره راجع به مفهوم مشروعیت و تعریفش کار رو دشوار میکنه از نظر اینکه ما چگونه ببینیم و چه جایگاهی برای مشروعیت قائل باشیم اما به نظر من پاشنه حکومت جمهوری اسلامی دقیقا بحران مشروعیتی که همچنان الان در واقع ازش داره رنج میبره و حکومت باور مردم هم نسبت به این قضیه جا رو باز میگذاره برای آینده ایران و از طریق اقداماتی که از جانب نیروهای اپوزیسیون صورت میگیره اگر برنامه ارائه بشه میتونه در واقع این خلل رو پر بکنه بسیار خوب خیلی ممنونم به آخر پرگاری نفسی میرسیم تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه جمشید فاروقی و یحیا آیت اللهی آقای عادل تاووسی از مخاطبان برنامه ضمن ابراز لطف به ما نوشته بسیاری از مباحثی که در سالهای پیش در برنامه طرح شده نیازمند طرح دوباره در پرگارن چرا که مهمانهای اون بحثا ممکنه نظرشون رو تغییر داده باشن موافقم آقای تاووسی به همین دلیل بسیاری از موضوعهای برنامه رو باید از نو به بحث بگذاریم کما بیش در مورد شماری از اونها این کار رو کردیم مثلا هوش مصنوعی اگرچه با مهمان های دیگه چون باید از تغییر موضع مهمانی که در گذشته در برنامه شرکت داشته با خبر بشیم تا اون رو دعوت کنیم به حال کم نیستن موضوعی که باید مجددا در برنامه پرگار به بحث گذاشته بشن ممنون که گوش زد کردید آقای تاوسی شب و روز بر همه مخاطبان برنامه خوش